سلام مایه هستم با یه ویدیو دیگه. قبل از اینکه این تیکر رو بزنین جلو بعد بگم که چند تا نکته خیلی خیلی مهم داریم که حتما باید بشنوین. اول از همه اینکه توی این ویدیو قرار راجع به یه سری موضوعهایی صحبت کنیم که شنیدنش برای همه مناسب نیست. از شستشوی مغزی گرفته تا شکنجه های فیزیکی و آزارهای شدید جنسی. به خاطر همین اگه سنتون زیر 13 ساله به هیچ عنوان این ویدیو رو نبینین. اگر هم حساسیت خاصی نسبت به این موضوعها دارین بازم پیشنهاد می‌کنم که این ویدیو رو نبینین. ولی اگه قرار ببینین حتما تا آخرش ببینین. ضمناً اینکه این ویدیو قرار دو پارت باشه. میدونم خیلیاتون دوست دارین که ویدیوها خیلی طولانی باشن ولی خب اکثرا وقت کافی برای اینو ندارن که یهو بشینن مثلا یه ویدیو یک ساعت و نیمه نگاه کنن. یعنی که از این به بعد قراره که بعضی از دوشنبه ها هم ویدیو داشته باشیم. شنبه و چهارشنبه مثل همیشه سر وقتش ویدیو داریم. بعضی وقتا دوشنبه هم میاد. مخصوصا ویدیوهای اینجور دو پارتی و اینا. اینم قراره یکی از اونها باشه. و توی این ویدیو قراره که خیلی گفتم بهتون خیلی اعصابمون خورد بشه. به خاطر همین اگه میخواین خوراکی چیزی بیارین، پتویی بکشین روتون، جاتونو خلاصه راحت کنین، آماده باشین که قراره بریم توی یه داستان خیلی عجیب غریب. پارت اول بیشتر معرفی شخصایی که توی این ویدیو هست و پارت دوم وحشتناک‌ترین کارهایی که کردن و اتفاقایی که بینشون افتاده. پس دیگه طولش ندیم ولی مثل همیشه یادتون نره که اولین ویدیو رو لایک کنین و اگه توی کانال من سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین روی آل که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم ازش باخبر بشین. آدرس اینستاگرام منم این بالا هست، اونجا هم دوست داشتین میتونین فالو کنین. زودتر بریم این ویدیومونو با هم دیگه ببینیم. داستان امروز ما از دانشگاه سرا لارنس توی برانکس نیویورک شروع میشه. یه دانشگاه یا بهتر بگم یه کالج خیلی معروف و سرشناس قدیمی که کسایی که توی اون دانشگاه بودن فضای اونو یه جای کاملا مستقل و خاص از دنیای بیرون توصیف میکنن. اما به جز خود این کالج، خوابگاه اونجا هم خیلی فضای خاصی داشت. یه جوری بود که رفتن به خوابگاه اونجا از خود دانشگاه هم برای بچه‌ها مهم‌تر بود. یه فضای شبیه قلعه‌های خیلی قدیمی انگلیس داشت. اصلا شبیه فضای آمریکا نبود و برای همینم هم خیلی ها دوست داشتن که بتونن وارد خوابگاه بشن. و خوابگاهشون هم به این صورت نبود که صرفاً تک جنسیتی باشه. یه خوابگاه آزادی بود که میتونستن مردم با دوستاشون برن توش زندگی کنن و حتی از بیرون هم کسی میتونست بیاد توی اون خوابگاه. ماجرای فرقه امروزمون هم برمیگرده به چند تا از دانشجوهای این دانشگاه به علاوه دوستا و نزدیکای اونا که تک تکشون نقش خیلی مهمی توی این پرونده دارن که میخوام اول همونا رو بهتون معرفی کنم. اولین نفری که توی این پرونده خیلی هم نقش مهمی داره یه دختریه به اسم تالیا ری. تالیا بزرگترین عضو این گروه بود که اون موقع 21 سالش بود. خیلی دختر مهربون و آرومی بود که میخواست وکیل بشه و یه جورایی اصلی ترین بخش ماجرا هم هست چون همه چی برمیگرده به بابای تالیا. نفر بعدی که بازم یکی از اصلی ترین شخصاییه که توی این پرونده تا آخر قراره همراهمون باشه یه دختریه به اسم ایزابلا که متولد و بزرگ شده تگزاسه ولی بعداً به خاطر دانشگاه اومده برانکس نیویورک. ایزابلا برخلاف تالیا که خیلی دختر خونگرمی بود خیلی درونگرا بود و خیلی هم اعتماد به نفس پایینی داشت. تالیا و ایزابلا توی همون سال اول دانشگاهشون توی خوابگاه با هم دیگه آشنا شده بودن. هم دانشگاهی بودن ولی هم رشته‌ای نبودن چون تالیا می‌خواست وکیل بشه، حقوق می‌خوند ولی ایزابلا می‌خواست پزشک بشه و رشته‌ای مربوط به پزشکی رو داشت می‌خوند. ولی توی خوابگاه با هم دیگه داشتن زندگی می‌کردن با چند نفر دیگه. یه واحد داشتن که بر خودشون بود. خوابگاهشون همونطور که بهتون گفتم اینطوری نبود که اتاق اتاق باشه. واحد واحد بود. عین واحدهای آپارتمانی. سومین نفر این گروه یه پسریه به اسم سانتوس. اون متولد و بزرگ شده نیویورک بود و با دو تا خواهرش و پدر و مادرش زندگی می‌کرد. ارتباط سانتوس با این گروه همین بود که توی سال 2010 تالیا و سانتوس با هم دیگه دوست دختر دوست پسر بودن. وارد یه رابطه عاشقانه شده بودن و از این طریق سانتوس هم با این اکیپ بزرگ اینا آشنا شده بود. سانتوس دو تا خواهر بزرگتر از خودش هم داره که بهتون گفتم که با خانواده‌اش با اونا داشت زندگی می‌کرد. که قرار اونا هم خیلی خیلی مهم بشن تو روند این پرونده ولی فعلا حالا الان برای این که به اونا برسیم زوده. نفر بعدی این گروه یه پسری بود به اسم دن که از طریق سانتوس با این اکیپ آشنا شده بود. اونا سانتوس توی همون سال اول دانشگاه با هم دیگه دوست صمیمی میشن و بعدش از طریق سانتوس اونم با این اکیپ آشنا میشه. دن یه دوست دخترم داشت اون موقع به اسم ریون که اون ریونه یه دوست خیلی صمیمی داشت به اسم کلادیا. و کلادیا میشه نفر پنجم این گروه. یه دختر خیلی معاشرتی خونگرم که همه هم خیلی دوستش داشتن و خیلی هم خوشحال میشدن از وقت گذروندن باهاش.
این بچه‌ها همون سال اول دانشگاه با همدیگه آشنا شدن و انقدر با همدیگه جوشیدن و با همدیگه خوب بودن که تصمیم گرفتن برای سال دوم دانشگاهشون وارد یه خوابگاه بشن و با همدیگه زندگی کنن، همون خوابگاه معروفی که گفتم. یه واحد از اونجا رو گرفتن و همشون با هم رفتن توش. همه چی خیلی خوب بود، همه چی داشت خوش می‌گذشت تا اینکه یه روز تالیا اومد به بقیه بچه‌ها گفتش که بابام از زندان داره آزاد میشه. هیچ کدوم از اعضای اون اکیپ بابای تالیا رو تا حالا رو درو ندیده بودن، ولی اونقدر تالیا راجع باباش براشون صحبت کرده بود که یه جورای قهرمان زندگی همشون بود. چون قهرمان زندگی تالیا بود و خب اونم اونقدر ازش تعریف کرده بود که اونام خوششون اومده بود، ناخودآگاه ازش میگفتن چه آدم خفنیه و واقعا هم خیلی آدم عجیب و بزرگ و جالبی بود. بیان یه کمی راجع به بابای تالیا براتون تعریف کنم. پدر تالیا یعنی لری ری متولد 1959 و توی نیویورک به دنیا اومد. پدر و مادر لری تو همون بچگیش از همدیگه جدا شدن و بعدن مادرش با یه مرد دیگه ازدواج کرد و رابطه این پدر خوندش با لری خیلی هم خوب بود، مشکلی با همدیگه نداشتن، تا حدی هم خوب بود که لری بعدن حتی تصمیم میگیره که فامیلیشو به فامیلی پدر خوندش تغییر بده، یعنی فامیلی ری مال پدر خوندش نه مال پدر خودش. به هر حال لری بزرگ میشه، میره مدرسه و بعد از مدرسه تصمیم میگیره که دیگه نره دانشگاه، چون میخواست وارد نیروی هوایی ارتش بشه. لری عضو نیروی هوایی شد ولی اونجا هم دووم نیاورد و فقط بعد از 19 روز اومد بیرون. ولی همون 19 روز برای لری کافی بود که بخواد از این اسم برای خودش استفاده کنه. لری با هر دوز و کلکی که بود تونست خودشو وارد گروه‌های ارتشای آمریکایی بکنه. اینطوری که هر کسی که ارتشی بود یا یه سری گروه‌ها و اکیپ‌هایی بود که مربوط می‌شد به انواع قسمت‌های مختلف نیروهای ارتشی، لری خودشو به زور میچسبوند به اونا و کلن لری یه همچین شخصیتی داره. اینطوریه که هر جا یه آدم موفق و پولدار میبینه میره خودشو میچسبونه بهش، به یه شکلی اونقدر شستشوی ذهنیش میده و منیپولیتش میکنه که طرف واقعا احساس میکنه این یکی از خودشونه و اونو میبره به درجات بالاتر. تا این حد بهتون بگم که لری توی زندگیش یه همچین حالتی داشت که امروز صبح میرفت با رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکرد، واقعا میکرد، عکساشون و اینا هست، میرفت با جورج بوش پدر میرفت با اون ملاقات میکرد و بعدش از اونجا در میومد میرفت عروسی مثلا فامیل یکی از بازیگرای خیلی بزرگ، مثلا رابرت دنیرو، یکی از کسایی که خیلی لری باش صمیمی بود رابرت دنیرو بود. و هنوزم هیچ کسی درست نمیدونه که لری چطوری موفق شده بود که این همه ارتباط بگیره، اصلا اینا رو از کجا پیدا میکرد و چطوری میتونست که انقدر راحت خودشو به اینا بچسبونه. و اینا فقط دو نفر از بزرگترین آدمایی هستن که لری باشون در ارتباط بود. لری میتونم بگم با تمام آمریکایی‌ها ارتباط خیلی نزدیکی داشت، مخصوصا آدمای کله گنده‌شون، و به خاطر همینم خودش هم تبدیل شده بود به یکی از همون کله گنده‌ها. اون حتی توی دهه 80 وارد وال استریت هم شد و اونجا هم شروع به کار کرد. یه دوره‌ای هم توی کار املاکی و قمار و این چیزا بود، تا اینکه اواسط دهه 90 با یه مردی آشنا شد به اسم برنارد. و این برنارد هم دوباره یکی از اون آدمای خیلی کله گنده است که اینطوری بود که تمام تقریبا میشه گفت مردم آمریکا تو اون دوره میشناختنش. رئیس پلیس و نمیدونم فرمانده انتظامی و اینا بود، بعد خیلی ربط به سیاست داشت، با همون جورج بوش پدر ارتباط داشت و آدم گنده‌ای بود، همیشه تو تلویزیونا تصویرش بود و میگم اکثر میشناختنش. و لری و برنارد تبدیل شدن به دوستای جونجونی همدیگه. اینطوری بود که انگار این دو نفر برادر دوقلوی همدیگن، جونشون رو برای همدیگه میدادن. و لری از طریق همین برنارد تونست وارد FBI بشه. حالا این جریان وارد شدن لری به FBI یکمی خودش پیچیده است، چون جاهای مختلف چیزای مختلفی ازش گفتن، ولی من کلیتشو میگم بهتون دیگه، حالا کدومش واقعیه کدومش نیست و نمیدونیم، میگم چون من خیلی منابع برای این پرونده چک کردم و خیلی چیزای زد و نقیز توش زیاد داره. به هر حال من اونایی که به نظر میاد واقعی تر باشن رو میگم. ماجرا از این قراره که لری میره به همین برنارد میگه که من توی یه اکیپ مافیاییم و به خواسته خودم هم نرفتم، میخوام که بیام جاسوسی اونا رو براتون بکنم. و برنارد هم میگه اوکی من بهت اعتماد دارم، بیا وارد FBI شو، من اونجا یکی رو میشناسم که میتونه بهت کمک کنه این جریان جاسوسی رو انجامش بدی. حالا توی یه سری از منابع گفتن که لری عضو هیچ گروه مافیایی نبود و این یه بلوف بزرگ بود که انداخته بود صرفا برای اینکه وارد FBI بشه. یه جاهایی هم میگن که لری واقعا عضو یه گروه مافیایی بود و جاسوسی دو جانبه میکرد و اینطوری بود که به اونا گفته بود من با FBI هم
بهتون کمک میکنم که از دست اونا قصر در برین و به FBI هم گفته بود که من با اونا هم و جاسوسی اونا رو بهتون میکنم. خلاصه این همینجوری پیش میره و لری که احساس میکرد میتونه قشنگ همه این گروه ها رو سر بدونه در نهایت موفق نمیشه. معلومه که موفق نمیشه، چون لری هر چقدر هم که فکر میکنه که آدم گنده‌ای هست نیست، واقعا اونقدر قابلیت نداره و در نهایت به بدترین شکل ممکن لو میره. لری همون موقعی که دستگیر میشه بلافاصله زنگ میزنه به برنارد و بهش میگه که بیا به دادم برس، توی همچین شرایطی گیر کردم. اما برنارد خودش اون موقع درگیر یه سری رسوایی های اخلاقی و سیاسی و اینا بود و کلا هم خیلی برای لری کارهای زیادی کرده بود و بهش میگه که ببین من تا اینجا هم هر کاری از دستم برمیمد کردم، از این به بعد دیگه بیشتر از این نمیتونم موقعیت شغلی خودم رو به خطر بندازم، مخصوصا بعد از این افتضاحی که تو به بار آوردی و اینکه خودم هم الان درگیر یه سری مسائلی هستم و واقعا کاری از دستم برنمیاد. و همین میشه که لری یه کینه شطوری سنگینی از برنارد به دل میگیره که حالا بعدا میفهمین راجع به اونم چی کار میکنه. لری توی سال 2003 به 5 سال تحت مراقبت بودن محکوم میشه و بهش میگن که توی این مدت لازم نیست که توی زندان باشی، اما اگه هر نوع رفتار بد یا خشونتی ازت سر بزنه میافتی زندان. اما بیاین قبل از اینکه راجع به اون دوره 5 ساله حرف بزنیم براتون از زندگی شخصی و خانوادگیش بگم. لری همون اوایلی که با برنارد آشنا شده بود با همسرش تریسا هم آشنا شد و با همدیگه بلافاصله ازدواج کردن و برنارد هم حتی ساقدوشش بود توی عروسیشون. اما رفتار لری از همون اول با تریسا خیلی بد بود. اولش با رفتارهای بد و بد اخلاقی شروع شد و به مرور رسید کارشون به کتک کاری و چیزایی که خودتون میدونین. و لری مرتب هم به تریسا خیانت میکرد. ولی خیانتهاش هم شبیه خودش بود. به خاطر اینکه لری یه دوست دختر خیلی فابی داشت از بین همه اون دخترایی که باشون به زنش خیانت میکرد. و اون دوست دختره به خاطر چی خیلی برش مهم بود؟ به خاطر اینکه لری این دختر رو میفروخت. آره درست شنیدین، لری واقعا دوست دخترش رو میفروخت، اما نه در ازای پول. بهتون که گفتم لری با آدمای کله گنده زیادی در ارتباط بود و هر وقت که ازشون میخواست که براش یه کاری انجام بدن یا یه چیزی، یه هرچی ازشون میخواست، در ازاش دوست دخترش رو میداد بهشون و میگفتش که بفرمایید مثلا اینم هدیه من به شما. و این دختره زجری نموند که توی این رابطه نکشه. و حالا احتمالاً به خودتون میگین که خودش هم میخواسته دیگه، اگه نمیخواسته خب جدا میشد از لری. ولی قراره لری رو به خوبی به زودی بشناسین و بفهمین که واقعاً اون دختره هم هیچ راه فراری از دست لری نداشته توی این مدت. در نهایت تریسا متوجه این جریانا میشه و میفهمه که لری داره چی کار میکنه و چقدر بهش خیانت کرده و مخصوصا جریان این دوست دخترش رو میفهمه. میگه باید جدا بشیم از هم دیگه، من دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم. اما لری به هیچ عنوان نمیخواست که طلاق بگیره و به خاطر همینم روند و پروسه طلاقشون خیلی طول کشید و توی سال 2004 توی کل اون سال اینا همش داشتن دعوا میکردن، بگو مگو داشتن، دادگاه برو بیا و دقیقاً هم میافتاد تو همون دورانی که لری اون 5 سال تحت مراقبت بودنش بود دیگه، چون 2003 حکمو گرفته بود و اینا 2004 درگیر این طلاق و این جریانا شده بودن. یعنی لری یهویی با مغزش میرفت رو زمین، کارشو از دست داد، تمام اطرافیانشو آدمایی که میشناخت از دست داد و حالا هم داشت خانواده‌شو از دست میداد. و حالا که گفتم خانواده، اینم باید بگم که این دو نفر دو تا دختر داشتن که یکیشون همون تالیای معروف خودمونه که اون موقع 14 15 سالش بود و یه خواهر کوچیکترم داشت به اسم ایوا که اون موقع 5 سالش بود. تریسا که واقعا دیگه جون به لب شده بود و نمیتونست دیگه شرایطو بیشتر از این تحمل کنه، بیشتر اوقاتو میرفت بیرون از خونه و میرفت خونه مادرش، نه میرفت خونه دوستاش، میرفت خونه خواهرش، جای دیگه ای زندگی میکرد. و توی اکثر این مواقع تالیا با باباش تنهایی موند توی خونه و توی اون مدت لری تا جایی که از دستش برمیومد تالیا رو شستشوی مغزی داد. خواهر کوچیک‌تر تالیا که اصلا بچه بود، 5 سالش بود و درک درستی نداشت که پدرش بخواد مثلا اونم شستشوی مغزی بده، اونو ول کرده بود. ولی تالیا خیلی براش مهم بود و واقعا هم روش کار میکرد، به این صورت که میرفت براش یه سری خاطرات غیر واقعی میساخت و قانعش کرده بود که مامانش از بچگی داره آزار میرسونه بهش، شکنجهش میکنه، کتکش میزنه، هر آزاری که فکرشو بکنین. و اونقدر رفت رو مخ تالیا که تالیا واقعا باور شده بود و فکر میکرد که آره همه این اتفاق افتادن، لری بابای خوبه، لری اون والد خوبه جریانه و مامان است که بده، مامان است که داره ظلم میکنه بهشون.
تا حدی که یه شب تریسا برمیگرده به خونه و همین که برمیگرده با لری یه دعوای خیلی بزرگی بینشون بپا میشه مثل همیشه، و این بار لری خیلی بد جور به تریسا آسیب میرسونه. یعنی کتک و زد و خوردی که داشتن خیلی خیلی شدید بوده، تا جایی که سر و صداشون بالا میشه، همسایه ها تماس میگیرن با پلیس و پلیس ها میان اونجا. و وقتی که این دو نفر رو میگیرن، لری میدوه میره به پلیس، میگه که این زنه، این تریسا، یه آدم روانیه که منو دائم داره کتک میزنه. نمیدونم چطوری هم پلیس ها میتونه قانع کنه که این اتفاق افتاده، چون به وضوح مشخصه که کی این وسط کتک خورده. ولی پلیسا به خاطر اینکه لری این حرفو میزنه میگن خب بذار بریم از بچه‌ها بپرسیم ببینیم بچه‌ها چی میگن. میرن سراغ تالیا چون دختر بزرگتر است و قطعا عقل و شعورش بیشتره، ازش میپرسن و تالیا میگه که بله بابام راست میگه و مامانم، بابام همیشه کتک میزنه، مامانم خیلی آدم بدیه، مامانم روانیه و ازش میترسم. در ادامهش هم گفتش که این مامانم نه تنها که خودش آدم بدیه، بلکه خانوادگی همینطوریان، باباش، خواهرش، همشون آدمای وحشتناکیان و همه باید ازشون دور بمونن. بعد از اون پلیسا میرن یه وبلاگی که اون موقع تالیا و لری با همدیگه داشتن و میبینن که توش تالیا راجع به مادرش بد نوشته و گفته که چقدر پدرش خوبه و عشق زیادی به پدرش داره و به خاطر پدرشه که اذیت‌های مادرش رو داره تحمل میکنه. و پلیسا بعد از اینکه همه اینا رو دیدن گفتن خب لابد لری راست میگه دیگه، حتما تریساست که این وسط داره آزار میرسونه. و برای همینم یه حکم دوری از این خانواده بهش دادن، همونجا از خونه بیرونش کردن و حضانت بچه‌ها هم دادن به لری تا زمانی که دادگاهشون تشکیل بشه. و توی اون مدت تا زمانی که دادگاهشون هم تشکیل بشه، پلیس خودش شروع کردن جداگونه یه سری تحقیقاتی راجع به خونه انجام دادن و این بار به جز تالیا رفتن سراغ خواهر کوچیک‌ترش، که وقتی رفتن پیش اون گفتش نه مامانم بهترین آدم دنیاست و بابامه که اذیتمون می‌کنه، مامانم هیچ وقت هیچ آزاری بهمون نرسونده و خیلی هم مادر خوبیه. و پلیس اینجا کمی مشکوک میشن به جریان، چون میگم چیزی که به وضوح مشخص بود این بود که تریساه که داره کتک میخوره نه لری، ولی خب به خاطر حرفای تالیا و به خاطر شرایط موجود پلیسا همچین تصمیم گرفته بودن. از طرف دیگه تریسا به وکیلش هم میگه که مجبور کنن لری رو که بره یه آزمایش سلامت روانی انجام بده و اونم درخواستش رو میده و لری رو میفرستن پیش یه روانپزشک. دکتری که با لری حرف زد راجبش گفت که لری خیلی آدم عجیب و خطرناکیه و یه آدم سوء استفادگر و وحشتناکه. اون میتونه هر حرف و موقعیتی و جوری جلوه بده که همه آدم بده بشن به جز خودش و اصلا هم مهم نیست چه موقعیتی باشه و چه اتفاقی افتاده باشه. اون یه جوری شرایطو میچینه که همه چی طبق خواسته خودش باشه. بعد از این حرفای دکتر دادگاه نظرشو عوض کرد و حضانت بچه‌ها رو داد به تریسا. ولی لری نمیخواست زیر بار بره و خیلی براش پذیرفتن همچین چیزی بزرگ و سخت و وحشتناک بود. برای همین بهتون گفتم یه کینه ای از برنارد گرفته بود. میاد این بار یه داستان جدیدی سر هم میکنه و میگه که اون برنارد با زن من تریسا ریختن رو همدیگه، با همدیگه رابطه دارن و تریسا نه تنها که به من خیانت کرده، بلکه برنارد هم تمام این نقشه ها رو چیده که آبروی منو ببره و زندگیمو به باد بده. و یه پرونده جدیدی باز میکنه، یه سری جدید دادگاه. ولی خوشبختانه توی اون هم تریسا و برنارد موفق میشن که اثبات کنن که هیچ کدوم از این حرفا درست نیست و بعدن به خاطر اینکه لری بهشون تهمت زده بود و نظم دادگاه رو به هم ریخته بود و نمیدونم سر هزانت بچه‌ها اذیت کرده بود و کلاً همه قوانین رو زیر پا گذاشته بود، اونو به 6 ماه حبس محکوم کردن. خواهر کوچیکه رفت پیش مامانش، ولی تالیا که کاملاً شستشوی ذهنی شده بود نرفت و گفت که از مامانش میترسه. حالا اینکه توی این مدت تالیا کجا بوده رو نمیدونیم. هیچ جا ذکر نشده، ولی فقط میدونیم که نمیخواسته بره پیش مامانش، از اون ورم باباش هم تو زندان بود. اما خب مدت زیادی هم نبود، کلا 6 ماه قرار بود که لری توی زندان باشه دیگه. و توی اون مدتی که توی زندان بود، همون اولش با یه مردی آشنا میشه به اسم لی. و اون رو هم دوباره تحت تاثیر همین حرفای خودش قرار میده. بهش میگه که من به این صورت برام پاپوش دوختن و از اون موقع شروع میکنه به ساختن یه داستان جدیدی راجع به خودش. اون میگه که من از طرف دولت به این روز افتادم. میگه من داشتم بر علیه دروغ‌ها و فساد دولتی میجنگیدم و اونا متوجه شدن که من میخوام لوشون بدم و حالا اینجوری سرما بردن، کل زندگیمو ازم گرفتن. و حرفایی که میزد، درسته که آدم تو لحظه اول میگه این چرت و پرتا چیه، معلومه که کسی باور نمیکنه، ولی توجه داشته باشین لری یه کسی بود که بهتون گفتم حتی با رئیس جمهور رو عکس داره، باشون میرفت شام میخورد
و خیلی وقتا به کله گنده ترین آدمای دنیا یه خط میداد و همچین شرایطی معلومه که آدمای اطرافش هم باور میکنن، میگن که خب اینها دیگه اینا عکساش هست اصلا که با فلانی در ارتباط بوده داشته حرف میزده، پس حتما داره راست میگه. و لی هم دقیقا به همین شکل گولشو خورد. اما مدت زمانی که لی قرار بود توی زندان باشه زیاد نبود، کلاً 3 ماه بود و توی همون 3 ماه اول اینا خیلی با هم دیگه صمیمی شدن. لی گولشو خورد و به لری گفتش که میخوای بعد از اینکه از زندان اومدی بیرون به خاطر اینکه همه دار و ندار و زندگی تو از دست دادی بیای پیش من زندگی کنی؟ و لری هم از خدا خواسته میگه آره میام، چون که دولت همچنان دنبال منه و میخواد منو بکشه، احتمالاً خونه تو جای امنی باشه برام. لی هم میگه باشه حتما. خلاصه اون از زندان آزاد میشه. 3 ماه بعد از لی هم 6 ماه لری تموم میشه و اونم آزاد میشه، میره بیرون، میره خونه لی و تالیا رو هم میبره پیش خودش. اونجا دوباره با هم دیگه ملاقات میکنن، همونجا میشینن دوباره پشت سر مامان تالیا یه عالمه حرف میزنن، دوباره کلی چیز جدید راجع به مامان تالیا تریسا بهش میگه و انگار که تو الان 6 ماه تو زندان بودی، از کجا میدونی که چه اتفاق جدیدی توی زندگی اون افتاده که داری داستان جدید میبافی میگی به دخترت؟ ولی به هر حال تالیا همشو باور میکنه، مخصوصا اینکه اون موقع توی یه سن خیلی تاثیرپذیری هم بود و معلومه که حرف باباشو که یه آدم خیلی شیطان مانیپولتیو باور میکنه. به هر حال یه مدت همینطوری میگذره تا اینکه لری دوباره میفته زندان. اما فکر میکنین این بار به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در حین خفه کردن دوست دخترش پلیسا رسیدن و دستگیرش کردن. میخواست دوست دخترش رو بکشه، همونی بود که میفروختش بین اون. دوباره رفته بود سراغش و این بار ازش پول میخواست و دخترم گفتش که ندارم و اونم میخواست که بکشتش و بعدن همسایه‌ها و دور و بریا به دادشون رسیده بودن و جریان اینطوری. خلاصه که این بروبیا و دادگاه و دادگاه بازیای لری هم جو ادامه داشتن که توی سال 2007 در نهایت دادگاه میگه ببین ما 5 سال بهت فرصت داده بودیم که خطا نکنی و تو این 5 سال تو هر اشتباهی که فکرشو بکنی و کردی و ما دیگه واقعا نمیتونیم بیشتر از این جا بدیم بهت که بازم حالا بری خطای دیگه انجام بدی. بیا برو زندان، بیا تشریفتو ببر. و اینطور بود که توی سال 2007 لری به 3 سال زندان محکوم شد. موقع دستگیر کردنش اون و تالیا خونه لی بودن و وقتی که پلیس اومدن تالیا گریه میکرد، میگفت بابای من مقصر نیست، بیگناهه، مامانم براش پاپوش دوخته. تالیا هنوز باور داشت که مامانش و اون برنارد با هم دیگه دستشون توی کاسه است و هی همه این حرفا رو میزد ولی کسی توجه نکرد و در نهایت بابا رو بردن. تالیا هم که اون موقع دیگه سنش داشت بالا میرفت و فقط 1 سال دیگه قرار بود وارد کالج بشه، برای همین هم پیش لی میمونه تا اینکه بخواد وارد کالج بشه و میره و اونجا هم همونطور که اول ماجرا هم براتون تعریف کردم میشینه برای دوستاش از خوبیای باباش تعریف میکنه، از اینکه باباش چه آدم بزرگیه، چه آدم کله گنده، دولت دنبالشه، مافیا دنبالشه، همه میخوان باباشو بکشن و باباش چه آدم خوشقلب و پاکیه، به همه کمک میکنه، خیلی باسواده، خیلی همین هر صفت خوبی که فکرشو بکنی بهش نسبت میداد و دوستاش هم همه شیفته اون شده بودن. و حالا توی سال 2010 لری اون 3 سال زندانش تموم شده بود و داشت از زندان آزاد میشد که رسیدیم به اون قسمتی که تالیا رفت به دوستاش گفت بابام داره از زندان آزاد میشه. همونطور که اولم بهتون گفتم خوابگاهی که اینا توش زندگی میکردن خونه مستقل بود که تحت نظارت دانشگاه بود ولی وابسته بهش نبود، به خاطر همین از بیرون هم هر کسی میتونست حتی بره اونجا زندگی کنه. و لری بعد از اینکه از زندان آزاد میشه میگه خب من که جایی ندارم، خونه زندگیم، همه چیمو از دست دادم، کجا برم زندگی کنم؟ برم توی خوابگاه پیش دخترم و پیش دوستای دیگه دخترم. همین این خودش به اندازه کافی عجیب و چرک هست به نظرم که بابای بلند شده بره توی خوابگاه دخترش کنار دوستای 18-19 سالش باشون زندگی کنه. و برای بچه ها هم عجیب بود اولش، درسته که اونا خیلی تعریف لری رو شنیده بودن ولی به هر حال اتفاق عجیبیه و هم میگفتن که این مرد گنده که اون موقع هم 50 سالش اینا بود، مرد 50 ساله بر چی میخواد بیاد پیش ما توی خوابگاه زندگی کنه کنار 4 تا بچه؟ ولی در نهایت قبول میکنن، میگن اوکی بیاد دیگه چی کار کنیم. و لری هم اون اوایل شروع میکنه خیلی رفتار خوبی از خودش نشون میده، دائم خونه رو تمیز میکنه، برای بچه ها خوراکی میگیره، غذا میپزه اینا. بچه ها میگن خب خوبه دیگه، یه آدمی هستش که توی کار خونه هم کمکمون میکنه و چقدر آدم خوب و درستیه، چرا که نه، اتفاقا خوبم شد که اومد. اما لری یواش یواش داشت این بچه ها رو خیلی شدید تحت تاثیر خودش قرار میداد. اینطوری بود که اینا شبا که دور هم دیگه جمع میشدن و حرف میزدن
کلن بچه ها همشون لالمونی میگرفتن و لری یه بند از خودش میگفت. کلن خیلی آدم خودشیفتهی بود و هم 4 تا خصوصیت خوبی که داشت 1004 تای دیگه هم بهش اضافه میکرد و از خودش تعریف میکرد. میشست توی جمعشون همجور میگفت و از هر چیزی که فکرشو بکنین برشون میگفت. از آب و هوا گرفته تا اینکه چطوری میتونن آدمای بهتری باشن، از دین، نمیدونم، سیاست، هر چیزی که فکرشو بکنین، روابط عاشقانه. میشست بهشون یه سری پند و نصیحت ها میداد و اونا هم لذت میبردن. تا اینکه یه شب توی یکی از همون دوره همیاشون در اومد گفتش من یه فلسفه ای دارم به اسم Quest for Potential که کمک میکنه آدمای بهتری بشین و باعث میشه پتانسیل نهفته درونتون رو آزاد کنین که بهتون آزادی فکر میده و باعث آرامش میشه. و اگه دوست داشته باشین میتونم باهاتون جلسه های فردی داشته باشم. و بچه هم میگن آره تو که انقدر آدم فهمیده و باشعور و باسوادی هستی، چرا که نه، ما هم بدمون نمیاد. و اولین کسی که وارد این جلسه های تک به تک با لری میشه ایزابلاست. ایزابلا اگه یادتون باشه همون دختریه که بهتون گفتم خیلی اعتماد به نفس پایینی داشت و خیلی آدم درونگرایی بود. به خاطر همه اینا کلن ایزابلا یه حالت افسردهی داشت و میخواستش که برای همین از لری کمک بگیره. یعنی لری بهش یه جورایی باور رونده بود که بهتره که ازش کمک بگیره و انگار که ایزابلا یه ایرادی داره و اونم قبول کرده بود و وارد این جلسات تک به تک شده بود. اما جلسات تک به تکشون به اون معصومیتی که اینا فکر میکردن نبود. اوایل از همون حرف زدنهای عادی شروع شد تا اینکه لری اومد گفتش که وضعیت ایزابلا خیلی خرابه، خیلی حاده و باید اینطوری باشه که شبا من کنارش باشم وگرنه حالش بد میشه شبا. و واقعا هم اونقدر داشت روی ایزابلا تاثیر میذاشت که همینطوری هم شده بود. ایزابلا احساس میکرد که وقتی لری باش صحبت نمیکنه حالش داره بد میشه. و خب البته که به بچه ها گفته بود که من رو زمین میخوابم، با اصلا کاری با کار هم دیگه نداریم، فقط میخوام که کنارش باشم شب یه وقت حالش بد نشه. و ایزابلا هم برای همین اولش قبول کرد که لری بیا تو اتاقش کنارش بخوابه. ولی خیلی طول نکشید که لری تونست ایزابلا رو متقاعد کنه که بره روی تخت کنارش بخوابه و بعدم رابطه جنسیشون با هم دیگه شروع شد. دوباره یادآوری میکنم ایزابلا 19 سالشه و لری 50 سالشه. در طول این مشاوره ها لری ایزابلا رو راضی کرده بود که مادرش آدم وحشتناکیه و وقتی که بچه بوده ازش سوء استفاده کرده. لری کلن توی این مسئله یه کاشتن خاطرات دروغین تو ذهن آدم ها استاده، رو دستش نیست. برای همه میتونه این کار رو انجام بده به راحتی. و روی ایزابلا هم که همین جوریش هم یه آدمی بود که گفتم بهتون اعتماد به نفس نداشت، خیلی راحت نبود و اینا، دیگه راحت تر هم میتونست انجام بده. و ایزابلا خیلی سریع باورش شد که توی بچگیش از طرف خانوادش آزار جنسی داشته میدیده و قانعش میکنه لری که هر بدبختی که ایزابلا توی زندگیش داشته و داره به خاطر خانوادش و دوستاش و هر کسیه که قبلا میشناخته. همه این اتفاقا هم نزدیک کریسمس اون سال اتفاق داشت میافتاد و توی کریسمس همه این بچه ها میرفتن خونه هاشون دیگه، میرفتن برای تعطیلات شهرشون خونه هاشون. ولی لری تونست این بچه ها رو قانع کنه که هیچ کدومشون نرن. حالا تالیا که دختر خودش بود میگیم اوکی طبیعیه که بخواد همونجا بمونه پیش پدرش، ولی بقیه شون هم به شکل‌های مختلف قانع کرد که حالا به اونا هم میرسیم که هر کدومشون چجوری. ولی شدیدترینشون هم ایزابلا بود که همونطور که بهتون گفتم قانعش کرده بود که اصلا اگه بخواد بره خونه بلاهای بعدی سرش میاد چون خانواده‌اش دارن اذیتش میکنن. و ایزابلا برداشت زنگ زد به مامانش گفتش که شما منو آزار دادین، از بچگی دارین از من سوء استفاده میکنین و به خاطر همین من دیگه به هیچ عنوان نمیخوام که شما رو ببینم. و تو همون حرفاش هم میگه که لری جا بهم پناه داده، من اینجا پیش لری حالم خوبه. مامان ایزابلا از اونجایی که یکمی هم میترسید که دخترش بخواد یه بلایی سر خودش بیاره خیلی چیزی نمیگه. البته همون موقع سعی میکنه که باش مقابله کنه، بگه که چی داری میگی، برای چی این حرفو میزنی، پاشو بیا اینجا با هم دیگه حل میکنیم این مشکلی هست. ولی همون موقع لری تلفن از دست ایزابلا میگیره و شروع میکنه به فحش دادن به مامان ایزابلا و بهش میگه که شما بدترین بلاها رو سر ایزابلا آوردین، شما از بچگی شکنجهش کردین و اون دیگه به هیچ عنوان نمیخواد که شما رو ببینه، حتی اگرم مجبورش کنین که بیاد اونجا ایزابلا پاش برسه اونجا جون خودش رو میگیره.
و به این ترتیب این حرفم گذاشت تو دهن ایزابلا، یعنی این فکرم کاش تو ذهنش. و مامانش که دیگه ترسیده بود و نمیخواست واقعا همچین اتفاقی بیفته، گفت باشه نمیخواد بیاد. و خودش هم پول اینو نداشت که بخواد بلند شه بیاد پیش ایزابلا و دخترشو ببینه، برای همینم هم تصمیم میگیره که یه مدت یه زمان بده بهش تا خودش درست بشه شاید. A terrible mother back then. You were negligent. You didn't protect your daughter. بعد از همه این اتفاقا ایزابلا یهو رفتارش 180 درجه عوض شد. یعنی از یه آدم درونگرای غمگین افسرده تبدیل شده بود به یه کسی که انرژی و شور جمع، هر جا میره روش داره میخنده، با همه حرف میزنه، با همه گرم میگیره، خیلی خوشحاله، خیلی انرژی زیادی داره. و هر کسی که این تغییر رو تو ایزابلا میدید میگفتش که همه این تغییرهای خوب و از صدقه سری لری داره دیگه. نمیدونستن که لری داره شاسو چیه ذهنش میده و مثل یه عروسک خیمه شب بازی تو دستش داره میچرخونتش. و به خاطر همین هم هست که این دختر انقدر تغییر کرده و در واقع درونش پوچه، یعنی اون خوشحالیه خوشحالی واقعی نیست، خوشحالی خیلی پوچیه. و به خاطر همین بچه های دیگه هم که توی اون خونه بودن تصمیم گرفتن که وارد این جلسات تک به تک بشن. و نفر بعدی که وارد این جلسات تک به تک با لری شد سانتوس بود، همون دوست پسر ایتالیا. و سانتوس اینطوری بود که از همون بچگیش افسردگی داشت، یه سری ناراحتی‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا به خاطر شرایط خانواده‌اش. خانواده‌اش وقتی که این بچه بود خیلی شرایط مالیشون بد بود، که حالا به مرور بعدها شرایطشون یکم بهتر شده بود، ولی این تأثیرش همچنان روی سانتوس مونده بود. یه خانواده مهاجر بودن که بالاخره توی شرایط مناسبی نبود وضعیت زندگیشون. با سانتوس به خاطر همین افسردگی‌هاش حتی چندین بار تلاش کرده بود که جون خودشو بگیره و الان هم نشونه های اون ناراحتی‌هاش بود تو وجودش. به خاطر همین هم تصمیم میگیره که بره پیش لری، باهاش شروع کنه این جلساتو بگذرونه و حالش بهتر بشه. این جلسات لری با سانتوس هم شروع میشن و به مرور اونا هم دارکتر و دارکتر میشن. یه شب وقتی اون دوتا نشسته بودن و داشتن حرف میزدن، سانتوس راجع به مشکلات روانیش افسردگیش گفت و توضیح داد، بهش گفتش که خیلی میخواسته به خودش آسیب بزنه و پر از مشکل بوده زندگیش و اینا، و گفتش که رابطش با خواهرش بهتر از رابطش با پدر و مادرشه. و لری همینو گرفت تو دست و گفتش که بله، ببین بابای تو یه آدم خائنه، مامانت یه آدم پسته، دوتاشون آدم های کثیفین و توی زندگی تو خیلی مشکلات برات به بار آوردن و باعث شدن که الان به این حال و روز بیافتی، و اگه میخوای حالت خوب بشه باید هرچه سریتر با اونا قطع رابطه کنی. و سانتوس هم دوباره چوسوشی مغزی شده و قبول میکنه و بعد از اون دوباره روحیه اونم بهتر میشه. البته این بهتر شدن ها هم میدونیم که دلیلش چیه دیگه، دونه دونه نمیخوام هی هر کدومو دوباره بهتون بگم، خودتون میدونین که برای چی حالش بهتر شده، یه حالت پوچیه. و بعد از این بقیه دوستاشون که دیدن هم ایزابلا هم سانتوس دوتاشون یهو بعد از صحبت با لری حالشون از این رو به اون رو شده، گفتن بابا این حتما یه چیزی داره، ما هممون باید بریم وارد این کار بشیم. حتی کلادیا که اولش کلا از لری بعدش میومد و یه آدمی بود که میگفت این لری یه آدم دقلباز شیادیه، من هیچ اعتمادی بهش ندارم و خیلی هم آدم کثیفیه که اومده با یه دختر 19 ساله وارد رابطه شد، چون الان دیگه همه میدونستن که این دوتا با هم دیگه توی اون اتاقن و چی کار دارن میکنن. ولی حتی همون کلادیا هم بعد از دیدن این اونم رام شد، و مخصوصا که این جلسات گروهی شبانهشون هم ادامه داشت که میشستن، لری از خودش میگفت و از چیزای بزرگی توی زندگیش میگفت و به همین شکل روی مغز اونا تأثیر داشت میذاشت. از اون ورم که دوتا دوستاشون رو میدیدن که اونا هم حالشون خوب شده و به این ترتیب همشون رامه این مرده شدن. و بله، نفر بعدی همون کلادیا بود. دوباره لری به کلادیا هم گفتش که باید با تمام اعضای خانواده‌اش و دوستاش، هر کی که میشناسه، قطع رابطه کنه، چون اونا باعث بدبختی‌های زندگیش شدن. و کلادیا همشو قبول کرد، یه سری رفتارهایی انجام داد، یه سری شوشوهای ذهنی روی ذهنش انجام شد و در نهایت کلادیا هم تبدیل شد به یه آدم خیلی خیلی شادی که بمب انرژی بود و قبلا خیلی آدم افسرده بود. بعدش میرفت توی دانشگاه همجوری جیغ می‌زد، می‌دوید این ور اون ور، همیشه لبخند و گنده‌ای رو لبش داشت. ولی این بار دیگه خیلی مشخص بود که کلادیا از درون نابوده و این لبخندی که رو لبش هست کاملا مصنوعیه. و حالا از بین همه این دوستا یه نفر مونده بود که وارد این جلسات خصوصی بشه، اونم دن بود.
دن اولش خیلی تمایلی نداشت که بخواد با لری وارد این جلسات بشه، ولی بعدها بهتون گفتم یه دوست دختری داشت به اسم ریون که دوست صمیمی کلادیا هم بود. با ریون به یه سری مشکلاتی برمیخورن، مخصوصا سر اینکه دن ظاهرا داشته به یه سری از جهتگیری‌های جنسی خودش شک میکرده. یعنی اینطوری بوده که میگفته نمیدونم، مطمئن نیستم که چطوریم، و برای همین خیلی با دوست دخترش مشکل داشتن. کلادیا و دوستای دیگه‌اش میرن بهش میگن که نگاه کن ببین ما چقدر حالمون خوب شده، بیا تو هم برو با لری 4 تا جلسه خصوصی صحبت کن، تو هم درست میکنه. و دن در نهایت قبول میکنه، میره پیش لری و لری همونجا به دن میگه که اصلا نگران نباش، تو گی نیستی، من میدونم، من قیافتو دیدم فهمیدم نیستی، نمیخواد فکر کنی به چیزی. یعنی تشخیص داد، تشخیص پزشکی داد همونجا براش، و بعدش هم گفتش که ولی تمام بدبختیای تو زیر سر ریونه، باید با دوست دخترت کات کنی و بلنشی بیای پیش ما، تو هم تو جمع ما. باشون بود و باشون زندگی میکرد، ولی اونقدر زیاد نبود، یعنی میرفت و میومد، ولی بهش میگه که دیگه حالا باید بیای کلن پیش ما. دن هم مثل بقیه اعضای این گروه تحت تاثیر قرار میگیره و اونم میشه نفر بعدی که وارد این فرقه میشه. دوست دختر دن یه مدتی بود که کلن به لری مشکوک شده بود و میدید که همه این بچه ها چقدر تغییر کردن و چه رفتارهای عجیبی دارن و مشخصه که انگار وارد یه فرقه ای شدن، ولی نمیدونست مشکل از کجاست، نمیتونست بفهمه که ایراد کار کجاست. خودش هم سنش کم بود دیگه، خودش هم اونقدر درکش بالا نبود حالا به نسبت دوستای دیگش، ولی به هر حال نمیدونه که چی کار کنه. میره به این و اون میگه، ولی هیچ کسی کاری انجام نمیده. و همون موقع است که لری میگه خب انگار اینجا دارن مشکوک میشن بهمون، چی کار کنیم؟ بریم خونه همون لی، اون دوستش بود توی منهتن، بریم اونجا. و لی تو خونه نبود تو اون موقع، نمیدونیم زندان بود، جای دیگه بود یا هرچی، ولی خونهش در اختیار لری بود و تصمیم میگیره که بره اونجا و به بچه ها، به همه این بچه ها میگه که شما باید با من پاشین بیاین به عنوان تعطیلات تابستونی. یعنی فکرشو بکنین، تابستون شده بود، دانشگاه تموم شده بود و این بچه ها باید برمیگشتن شهرشون، خونه هاشون، ولی لری متقاعدشون کرده بود که لازم نیست و اتفاقا باید با اون بلنشن برن منهتن توی یه آپارتمان کوچولوی یه اتاق خوابی که کلا یه پذیرایی، یه اتاق خواب، برن اونجا همراهش که این در طی تابستون برشون یه حالت از این بوت کمپ ها داشته باشه. دیدین بعضی ها مثلا تو تابستون ها میرن یه سری کمپ های آموزشی، میرن رژیم میگیرن، نمیدونم ورزش میکنن، یه سری آموزش های خاصی میبینن، یه دوره 2-3 ماهه داره. تو ایران نداریم همچین چیزایی، احتمالا توی فیلم ها دیده باشین. باره لری هم میگه که این هم یه چیزی تو مایه های همون بوت کمپ هاست، پاشین بیاین بریم منهتن، من بهتون یاد میدم، من که پدر همه چیزای خوب دنیا هستم، من بهتون اینا رو هم یاد میدم. و اونا هم قبول میکنن، بلند میشن میرن منهتن توی یه خونه خیلی خیلی کوچولو. و ببینین این خونه انقدر کوچیکه که فقط عکساشو ببینین، یعنی این 6 نفر داشتن اونجا زندگی میکردن با اون همه وسایلی که داشتن و کلن هم یه دونه اتاق خواب بود و اتاق خواب هم متعلق به کیه؟ میدونیم دیگه، لری با دوست دختر جدیدش ایزابلا با هم دیگه باید اونجا باشن، بقیه بچه ها همه با هم باید تو پذیرایی رو مبلا میخوابیدن و در این حال هم برای وسایلشون هم جا نداشتن، وسایلشون هم همونجوری تو چمدونا و بغچه و بار و بندیل همونجوری وسط پذیرایی. اصلا یه وضعیت افتضاح و کثافتی بود که بیا ببین. این بچه ها اولش میگفتن چه تجربه جالب و خوبی قرار باشه، تابستونمون رو قرار پیش دوستامون توی منهتن بگذرونیم و آموزش هم ببینیم از لری که خیلی آدم باشکوهیه، ولی نمیدونستن که چه چیزی در انتظارشونه و چه اتفاقایی قراره برشون بیفته. از همون روز اول رفتار عجیب غریب لری توی اون خونه شروع شد، انگار که تا الان رفتار عجیبی نداشت. چون ببینین توی این پرونده، توی این فرقه اینطوریه که هرچی که جلوتر میریم هی لری یه سری کارهایی انجام میده که شما میگین کارهای قبل از اینش مهد کودکی بودن، اصلا هیچی نبود، و همینجوری هی قرار فقط بدتر و شدیدتر بشه. یعنی تا ثانیه آخرش قراره که لری هی همجوری شدید بره جلو، شدیدتر و بدتر و بدتر بشه. کار عجیب لری اولش از یه حالت مسخره شروع میشه. مثلا یکی از کارهایی که میکرد این بود که هر روز صبح خیلی خیلی زود یه آهنگ خیلی مسخره با صدای خیلی بلند توی خونه میذاشت و همه رو بیدار میکرد،
جوری حالت نظامی میرفت وسطشون و میگفتش که تو همون حالتی که از خواب بیدار شدن همون ثانیه باید وایسن شنا برن زمین. و چیز شب این بود که من ارتشی هم زندگی ارتشی داشتم و میخوام شما رو همجوری محکم ارتشی بار بیارم. و خب 19 روزم کلا رفته بود تو ارتش، ولی بچه‌ها خب اینا نمیدونستن که فکر می‌کردن واقعا این آدم ارتشیه. عکساشو می‌دیدن با مامورای CIA یا FBI یا فلان و بیسار می‌گفتن هست دیگه. لری حالا دیگه با موفقیت فرقه‌شو تشکیل داده بود و فقط باید مراحل شدیدتر کردنشو پیش می‌برد، مثل بقیه فرقه‌ها که تا امروز دیدیم. و توی مرحله بعدی چیکار باید می‌کرد؟ هویت زدایی مثل همیشه. برای هویت زدایی راجع به دخترها که قرار بهتون بگم چی کار میکرد، برای پسرها یعنی دن و سانتوس اومد گفتش که باید برین دوتاتون سرتون از ته بتراشین که بتونین با سر تراشیده شده و کچل هم حس خوبی به خودتون داشته باشین. اینجوری قانعشون میکرد. اونا رفتن سرشون رو تراشیدن و بعدش یه لباس فرم در آورد بهشون داد. لباسای فرمی هم که بهشون میداد همشون خیلی لباسای گل منگلی و اکثر وقتا حتی لباسای دختر نبودن و اینا رو بهشون میداد، میگفتش که من میخوام شما توی حتی لباس زنونه هم حس مردونه بودن و کافی بودن رو داشته باشین، که در کل هیچ چیز بدی نیست، فکر نکنین دارم میگم این کار بدیه، ولی لری هدفش چیز دیگه ای بود که حالا بهش میرسیم. تو همون حینی که لری داشت این بلاها رو سر دن و سانتوس میآورد، از اون برم ایزابلا رو داشت روز به روز بدتر و بدتر از همیشه شکنجه میداد. اول از همه که ایزابلا مادامی که توی اتاق بود باید سر تا پا لخت می بود، اجازه نداشت هیچ لباسی بپوشه و یه سری رفتارهای جنسی خیلی خیلی نامناسبی هم باهاش داشت که لازم نیست اصلا واردشون بشیم چون بعدن قراره که خیلی بدتر هم بشن. اما بعد از همه اینا هم لری میگه که نه، اعضای فرقه هم به اندازه کافی زیاد نیستن، فرقه باید تعداد زیادی عضو داشته باشه، باید اعضاش زیاد باشه دیگه. و برای همین میره سراغ سانتوس. سانتوس اگه یادتون باشه دوتا خواهر داشت و به سانتوس میگه که ببین، تو تونستی از پدر و مادرت بکنی ولی خواهرات هنوز اونجا در خطرن و اونا رو هم باید بکشی بیاری اینجا. سانتوس میگه رو چشم و میره دوتا خواهرش رو دعوت میکنه. این دوتا خواهر سانتوس یعنی فلیشا و روزاریا میان توی این خونه و با لری دیدار میکنن. روزاریا که سنش هم کمتر بود مثل بقیه بچهای دیگه بلافاصله تحت تاثیر لری قرار میگیره و سریعا اونم اعصاب کشی میکنه به اونجا، ولی فریشا یه کمی قضیهش فرق میکرد. فریشا برعکس بچهای دیگه اونجا، اول که تو هاروارد داشت درس میخوند، توی رشته پزشکی داشت درس میخوند، خودش هم کار میکرد همزمان، خیلی آدم باهوشی بود و خیلی دختر مستقل، پولدار، همه چیش عالی بود و به هیچ عنوان لازم نداشت که بخواد یک کسی مثل لری بخواد پر و بالشو بگیره. و لری متوجه شد که بله، فلیشا اینطوری نیستش که به این راحتی بتونه بیارتش تو. برای همینم برای گول زدن فلیشا از یه راه دیگه ای وارد شد. اون توی همون ملاقات اولشون فلیشا رو سر تا پاشو گول گرفت. همون روز اول بردش بیرون رستوران، یکی از شیکترین و گرونترین رستورانای اونجا، و بهش میگفتش که تو بالاخره مهمون منی، خواهر سانتوزی، قدمت رو چشم مونه، برای همینم هم دارم میبرمت، نه برای اینکه مثلا قصد بدی دارم و ایناها، نه میخوام که به عنوان مهمونم ازت پذیرایی خوب داشته باشم. بردش رستوران، نمیدونم میبرد میگردوندش، صبح تا شب قربون صدقش میرفت، خیلی با کلاس و خوب حرف میزد و به یه شکلی واقعا نمیدونم چطوری ولی تونست به هر حال فریشا رو گول بزنه و وارد رابطه شد باهاش. فریشا شده بود دوست دختر لری 50 ساله. فریشا که یه دختر مستقل باهوش بود، رو پای خودش وای میساد، نه به پولش احتیاجی داشت نه به هیچی، و چیفته لری شده بود. لری اصلا نمیدونم راجع به قیافش چی بگم که جاج قیافه نباشه، ولی خودتون دارین میبینینش. به هر حال گولش رو خورد و رابطه صمیمی این دوتا شروع شد و به همین ترتیب لری یه روز رفت به فلیشا گفتش که این همین جریانه، این که دولت دنبال منه و مافیا میخواد منو بکشه، دولت یکی رو فرستاده تیر زده به هم، سوء قصد دارن میکنن، این همین حرفایی که به همه میزد. به فلیشا میگه و بهش میگه که در نهایت تو هم چون الان دوست دختر منی، تو رو هم میخوام بکشن و بهترین راه اینه که بیای پیش من زندگی کنی، من اونجا میتونم امن نگهت دارم. و فلیشا هم قبول میکنه و بلند میشه میره توی این خونه فرقه‌ای همراه اونا.
و حالا لری دوتا دوست دختر داشت. ایزابلا دوست دختر شماره یکش بود، بهش هم میگفت دوست دختر شماره یک، و فریشا شده بود نفر شماره دو و جفتشون هم میدونستن اینو. حتی اینطوری در این حد بگم میدونستن که لری خب وقتی فریشا رو برد خونه گفتش که تو هم باید بیای تو اتاق من دیگه، خونه کلن یه دونه اتاق بیشتر که نداشت، و این دوتا دختر رو با هم میبرد توی اتاق و دوباره همون قوانینی که ایزابلا بر رایت میکرد و فریشا هم بر رایت میکرد اونا هم لخت میکرد سر تا پا و میگفتش که همجوری باید بچرخین، اجازه ندارین لباس بپوشین، و دوتاشون باید شبا کنارش رو تخت میخوابیدن و دیگه راجع به رابط جنسی هم که با هم دیگه اونجا داشتن هم که دیگه خودتون میدونین، لازم نیست اصلا توضیح بیشتری بدم. و یه کاری هم که مجبورشون میکرد انجام بدن این بود که این دوتا دختر تو تمام طول شب وقتی که خواب بودن باید توی یه حالت ثابتی میخوابیدن، به هیچ عنوان نباید تکون میخوردن. و اون حالت ثابتشون اینطوری بود که یکیشون باید دوتا دستشو میذاشت رو قسمت اندام جنسی لری و اینجوری اونو میپوشند، اون یکی دختر هم باید دستشو یه جوری میذاشت که میرفت دور بدن اون و همجوری باید تا صبح خشک میشدن و همطوری میخوابیدن. و این به مدت چندین سالی که اینا تو اون فرقه بودن به همین شکل ادامه داشت هر شب و هر شب. حالا اینجا لری باید وارد مرحله بعدیش توی تشکیل دادن فرقش میشد و اون چیه؟ این که بخواد این آدم ها رو دیگه کلن ذهنشون رو خالی کنه. از این طرف که داشت به بدترین و شدیدترین شکل ممکن شستشوی مغزشون میداد. این بچه ها باور کرده بودن عمیقاً که لری فرشته نجاتشونه و به جز اون هر کس دیگه ای تو دنیا ممکنه هر آن بزنه اینا رو بکشه، هر بلایی ممکنه سرشون بیاره و فقط لریه که داره از اینا محافظت میکنه و شدیداً بهش وابسته شده بودن. از طرف دیگه لری میدید که خب بالاخره اینا جوونن، خیلی وقتا لازم میشه که برن برای کار دانشگاهشون، برن بیرون یه وقتا یه کاری انجام بدن، با اینکه اکثر مواقع اینا رو توی خونه زندانی میکرد، ولی خب به هر حال بعض وقتا لازم میشد که اینا برن و بیان. به هر حال به هر دلیلی که تو ذهن کثیف خودش اون لحظه داشت فکر میکرد که یه چیز دیگه هم، یه عامل خیلی مهم و بزرگ دیگه هم میخواد که این بچه ها رو به خودش وصل کنه و اون چی بود؟ مواد مخدر. لری میره یه عالمه مواد، نمیخوام اسم انگلیسیشو بگم که حالا به مشکل بر بخوریم، اینطوری توضیح بدم که موادی که باهاش شیشه میسازن، شیشه که مصرف میکنن، از اونا میخره و میاره توی خونه به این بچه ها میده. همشون از دم معتاد میشن و شدیداً وابسته میشن و حالا مغزشون هم دیگه به کل از کار میفته، همون یه درصدی هم که هم دوتا دونه سلول خاکستری هم که مونده بود تو سرشون همون هم از بین میره. و به این ترتیب لری کم کم شروع میکنه به نشون دادن اون روی خودش. تا الان هیچی از خودش نشون نده، تا الان تو چشم این بچه ها یه پدر مهربونه، یه آدم خیلی خوبه که داره بهشون لطف میکنه و اصلا دوستش دارن اونا، ولی از اینجا به بعده که تازه میخواد نیت شوم خودشو نشون بده. راستی اینم باید بگم که این فرقه 8 عضو اصلی داشت که همینایی بودن که اسم بردم، همین چند نفری که توی این خونه زندگی میکردن، ولی به جز این 8 نفر اعضای دیگه هم داشت. فرقه است دیگه، داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه. هر کدوم از این بچه ها کسی که میشناختن اونا رو هم وارد میکردن و اونا هم دوباره تحت تاثیر لری قرار میگرفتن، ولی فرق اونا این بود که اونا دیگه همراه این 8 نفر توی اون خونه زندگی نمیکردن، اصلا جا هم نبود که بخوام بیان زندگی کنن، ولی اینطوری بودن که دائم میومدن سر میزدن بهشون، میرفتن هی میومدن، میرفتن میومدن. و یکی از اونا هم دوست پسر وقت تالیا بود. تالیا اون موقع با سانتوس گفتم بهتون دوست بود، ولی بعدن توی اون مدتی که تو اون خونه بودن رابطهشون به هم خورده بود و تالیا حالا یه دوست پسر دیگه داشت و اونو هم آورده بود دوباره توی گروه و لری اونو هم به بدترین شکلهای ممکن شکنجه میداد، بدترین آزار رو بهش میرسوند و پسرم هر بار دوباره میرفت دوباره چند روز بعد برمیگشت که همون آزار رو ببینه. به هر حال مغزش شستشو پیدا کرده دیگه، دست خودش نیست. و خیلی های دیگه هم بودن به این شکل که خیلی اطلاعات زیادی ازشون نیست چون توی اون خونه اصلا زندگی نمی کردن، ولی به هر حال اونا هم خیلی آزار دیدن. حالا این دوست پسر تالیا چرا از بین بقیهشون خیلی مهمتره آخرش بهتون میگم، آخر ماجرا که رسیدیم که ببینیم هر کدوم از این آدم ها چه بلایی بعدن سرشون اومده و چه اتفاقی برشون افتاده، این خیلی قرار مهم بشه، برای همین اینو یادتون نگه دارم. به هر حال میرسیم به نیت شوم لری که بالاخره داره خودشو نشون میده و اون چیزی نبود به جز رابطه جنسی.
لری کل هدفش از تشکیل دادن این فرقه این بود که بخواد تا جایی که میتونه فساد جنسی داشته باشه. لری تا اون لحظه ایزابلا و فلیشا رو داشت و حتی بهشون میگفت دوتا زنای من، یعنی همه جا میگفتش که این دوتا همسرهای من هستن دوتاشون، و هر بلایی هم که میخواست سرشون میآورد، انواع اقسام آزار جنسی هم بهشون میرسوند. ولی این دو نفر براش کافی نبودن. اصلا ای دو نفر براش کافی بودن که نمیرفت فرقه تشکیل بده. فرقه رو تشکیل داده بود که بخواد با آدمای بیشتری کارهای بدتری بکنه. و میتونین یه نکته که این وسط خیلی خیلی هم شرایطو چرک‌تر میکنه چیه؟ اینکه خب همه ما میدونیم لری یه پیرمرده و این بچه‌هایی هم که هستن همشون همسن و سال دختر خودشن. ولی نه تنها که همسن و سال دخترشن، بلکه دوستهای دخترشن و دخترش هم بغل دستشونه. یعنی اینا توی همون اتاقی که دارن هر گند و کثافتی که میخوان بالا میارن، دخترش هم همونجا هم بغل دستشون، همون رو مبل خوابیده اونجا. و خیلی وقتا حتی جلو چشم خود دختره خیلی اتفاقا میفتاد که قرار رو به اونجاها برسیم که خیلی قرار دارکتر بشه موضوع. و حالا احساس میکنم که اینجا باید این ویدیو رو تمامش کنم، به خاطر اینکه قرار شد گفتم بهتون تیکه اولش معرفی کاراکترها باشه و اینکه کلاً چی شد، چطوری شکل گرفت، و از اینجا به بعدش که پارت دوم ویدیو قرار باشه میشه اتفاقایی که توی اون خونه افتاده و بلاهایی که سر این بچه اومده. که اگه توصیه منو گوش نکردین تا الان و این ویدیو رو نگاه کردین، با اینکه مثلا اگه سنتون کمه یا حساسیت داشتین و نگاه کردین، پارت دوم قراره که تا اینجا هر چیزی که دیدین و شنیدین 1,000,000 برابر بدتر بشه. برای همین احساس میکنم پارت دوم از اینجا به بعد بخوام جدا کنم بهتره، چون که دیگه واقعا اگه اذیت میشین اونجا رو نبینین، خیلی خیلی همه چی قراره چرک و چندش بشه. و پس آره دیگه همین، منتظر باشین روز دوشنبه ادامه بدیم و ببینیم که لری چی کارا کرد با اینا و این بدبخت ها چی ها سرشون اومد. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین، یادتون نره که لایکش کنین و آدرس اینستاگرام من بالا هست، اونجا میتونین فالو کنین. یادتون هم نره که توی کامنت ها نظرتون رو راجع به این سیستم جدیدمون بنویسین که ویدیوها رو، ویدیوهای خیلی خیلی طولانی رو چون قبلا نمیذاشتم، کلا وقتی میدونم خیلی طولانیه یا خیلی ازشون حذف میکردم، الان میخوام دیگه حذف نکنم و بیام به صورت دو پارتی بذارم که دوشنبه ها هم بعضی وقتا داشته باشیم. ولی بازم گفتم و بعضی وقتا باز منتظر نباشین که هر هفته حتما دوشنبه داشته باشیم، ممکنه بعضی وقتا هم نداشته باشیم، ولی میاد دیگه اینجوری. خلاص آره، مرسی که تا اینجای ویدیو دیدین، خیلی خیلی دوستتون دارم، خدافظ فعلا تا دوشنبه.